صحبتون بخیر باشه بینندگان عزیز، همراه ما باشید در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز. نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌های شرکت ملی پست. امروز قرار است که همایش مدیران شبکه پستی کشور برگزار بشه. آقای دکتر محمود لیایی، معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست مهمان ما هستن. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید. از برنامه همایشتون بفرمایید که دستور کار چی هست، به چه هدفی برگزار میشه و علاوه بر مدیران شرکت پست در سراسر کشور مهمانان دیگری هم دارید یا خیر؟ بله، ما بسم الله الرحمن الرحیم، ما همه ساله در این ایام که منتهی به پایان سال هستش همایش رو برگزار میکنیم برای ابلاغ سیاسته تا پایان سال و سال آینده پستی به قول معروف. برنامه هایی که ما توی این همایش داریم ابلاغ سیاسته کلیمون هستش. ما سه تا برنامه رو در دستور کارم قرار دادیم، بحث هوشمندسازی و تحول دیجیتال و همینطور توسعه و افزایش ظرفیت دفاتر پستی و مراکز پستی. سیاستی رو اتخاذ کردیم که قرار هستش که توی این همایش راجع بهش صحبت بکنیم. اون سیاست هم این هستش که قرار هستش که باجه های پستی رو ببریم دم خونه های مردم. این سیاست خب تقریبا تمامی فرآیندهای پستی رو تحت شعاع خودش قرار میده. ما در گذشته فقط برای تحویل مرسوله به مردم دم خونه هاشون مراجعه میکردیم و مردم برای ارسال مرسولهشون بعد مراجعه میکردن به دفاتر پستی. ما برای تغییر این روی کرد و تبدیل اون به این که باجه های پستی رو دم خونه های مردم ببریم نیاز به یک سری سیاست جدید داشتیم که خب قرار هستش که توی این همایش راجع به این سیاست جدید بحث و بررسی بکنیم. قرار هستش که کمترین مراجعه به دفاتر پستی بشه. در گذشته متاسفانه متناسب با توسعه شهرها و افزایش جمعیت دفاتر پستی جدید ایجاد نشده بود و کماکان ما با ساختمونه و دفاتر پستی مواجه هستیم که تقریبا از 40-50 سال پیش تا و الان باقی مونده و دفاتر پستی جدید اونچنان ایجاد نشده و شهرها همینجور که توسعه پیدا کرده بدون دفاتر پستی توسعه پیدا کرده. ما برای از پس این مشکل بر اومدن باجه‌های سیاری رو طراحی کردیم که خب در شهرها بچرخن و مرسولات پستی و ضمن اینکه هم جمع‌آوری میکنن توزیع هم بکنن. این جدایی از اون مراجعه به خود افراد در محل سکونتشون، اونا برای توزیع بودش. بله، غیر از اون باجه های سیار رو به صورت هوشمند ما در سراسر شهر ایجاد میکنیم که مردم با اپلیکیشن ها که روی موبایلشون دارن میتونن این باجه های سیار رو پیدا بکنن یا بر اساس زمانبندی های خاصی که مشخص میکنیم به صورت ساعتی که مثلا مشخص باشه که این باجه سیار ما سر این ساعت تا این ساعت سر فلان چهارراه مستقر هستش، مردم میتونن تو اون ایام به جای اینکه مراجعه بکنن به یک باجه فیزیکی که ساختمون هستش و دور از دسترسشون هست نزدیک محلشون بتونن بسته پستیشون رو تحویل شبکه پستی ما بدن. این روند آغاز شده یا برنامه؟ بله، این روند آغاز شده. ما با 1000 تا ون پستی داریم طرحو شروع میکنیم که الحمدلله 50 تاشو چند ماه گذشته خریداری کردیم و وارد کردیم و در حال مرحله آزمایشی این طرح هستیم که انشالله تا پایان سال آتی ما این 1000 تا ون رو وارد شبکه پستی میکنیم برای پیاده سازی این سیاست. انشالله. و مراجعه همکاران شما به هموطنان از چه زمانی آغاز خواهد شد یا شروع شده؟ الان شروع شده، منتها خب اون هم آزمایشیه؟ اون هم آزمایشی است. باید مشخص بشه که تراکم و ترافیک بیشترین محصولات پستی کدوم مناطق هستش که ما اونجاها بیشتر سرویس بدیم. تا کی قرار است آزمایش بشه؟ از کی رسمی خواهد بود؟ تا پایان امسال انشالله این مرحله آزمایشی تمام میشه. تلاشمون هست که از سال آتی این مرحله اصلی این برنامه رو آغاز کنیم انشالله. و در همایش امروزتون در مورد همین موضوعات قرار است صحبت کنید با همکارانتون. همایش 4 روز است. 4 روز ما همایش داریم تا روز شنبه بعد. انشالله. دیگر ابعاد همایش و دیگر برنامه‌هاتون چی است؟ بحث هوشمندسازی هستش. همونطوری یعنی که خب هوشمندسازی یعنی که با استفاده از امکانات موجود ما بتونیم در سرعت کارمون و دقت کار و کاهش هزینه بتونیم
طوری طراحی بکنیم که از این هوشمندسازی این دسترسی به این جور مسائل پیدا بکنیم. ما با هوشمندسازی حدوداً بین 30-40% هزینه هامون رو کاهش میدیم، نیروی انسانی کمتری استفاده میکنیم و سرعت و دقت بیشتری ایجاد میکنیم توی سیستم. منتها خب معمولا هوشمندسازی واسه کارهای تکراری هستش که نیروی انسانی ممکنه اون توان سرعت بیشتر رو نداشته باشه و یا دقت لازم توی اون کار نداشته باشه. همه دنیا میرن به سمت هوشمندسازی واسه استفاده از این فرصتایی که در اختیارشون قرار میده. انشالله بودن یک دقیقه فرصت داریم نکته پایانی جناب عالی بشنویم. من جا داره حالا از همین رسانه یک عذرخواهی به مردمون بدهکار هستم از این بابت که ما در پایان سال معمولا با افزایش ترافیک مرسولات پستی خیلی زیادی مواجه میشیم. این ایام مصادف شده با جمعه سیاه یا بلک فرایدی که توی دنیا مرسوم هستش که فروشگاه اینترنتی تخفیف‌های خیلی زیادی به مشتریانشون میدن و مردم هجوم میارن برای خرید. این مشتریان ما حقیقتاً امسال غافلگیر شدیم. ما پیشبینیمون برای عبور از این بحران جمعه سیاه 20% افزایش ترافیک بود، ولی حالا باعث خوشحالی هم هستش که خب مردم از این موضوع استقبال کردن و ما رو با یک افزایش ترافیک 37% مواجه کردن که خب با توجه به زیرساخت‌های کنونی که ما در اختیار داریم به شدت این زیرساخت‌هامون الان تحت فشار هستش و از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ زیرساخت و از لحاظ لوجستیک یک مقدار تحت فشار هستیم و این باعث میشه که با مقداری تأخیر مرسولات مردم دستشون برسه که خب من جا داره اینجا ازشون عذرخواهی بکنم که انشالله داریم برنامه‌ریزی میکنیم که تا پایان سال که روز به روز داره ترافیک ما بیشتر بشه از پس این بحران بر بیاییم و انشالله بتونیم به موقع مرسولات مردم رو دستشون برسونیم. انشالله خدا قوت میگه به جناب عالی و همکارانتون. خیلی متشکرم آقای الهی از حضورتون در سلام خبرنگار.